در وضعیتی که جنب و جوش تازه‌ای در بین مخالفان حکومت ایران در خارج از کشور به وجود آمده و بعضی از اونها مدعی آلترناتیو به حکومت هستند، این بار در ادامه گفتگوهای برنامه به عبارت دیگر با رهبران و فعالان سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران با یکی از رهبران حزب چپ ایران فدایان خلق گفتگو می‌کنم. حزب چپ ایران حزبی نوپاست و در فروردین ماه سال گذشته از ادغام 3 سازمان تشکیل شد. این سازمان ها همگی دارای پیشینه سازمان چریک‌های فدای خلق هستند و به همین دلیل هم عنوان این حزب دارای پسوند فدایان خلق است. بهروز خلیق عضو شورای مرکزی این حزب و مهمان من در این برنامه تا پیش از تشکیل حزب چپ ایران خود عضو رهبری سازمان فدایان خلق اکثریت بود و هنوز هم این سمت خود را حفظ کرده است. هدف و برنامه این حزب چیست؟ چرا فقط سازمان ها و گروه های پراکنده شده فدایان در تشکیل نقش داشتند؟ در بیش از 1 سالی که از عمر آن می‌گذرد چه کرده و چه نقشی در جامعه ایران داشته است و امروز در جامعه در حال تحول ایران چه نقشی ایفا می‌کند؟ آقای بهروز خلیق به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. ممنون از شما و سلام به بینندگان بی بی سی. حزب چپ ایران فدایان خلق در فروردین 1397 تأسیس شد و از این نظر یه حزب نوپاییه، ولی در حقیقت خیلی هم نو نیست. بله درست. نه خیلی هم نو نیست، چون از 3 جریانی که تعلق به جریان فدایی داشتن تشکیل شده و یک بخش مهمی از این جریان از سازمان فدایان خلق ایران اکثریت است که تاریخ 40 ساله داره و در این روند ها سهیم بوده. خب حالا چرا فقط 3 شاخه از فدایی؟ ما میدونیم که سازمان فدایی ها در این شعباتی که از بعد به تشکیلش در سال 51 میگذره شعبات زیادی داشته، همین الان شاخه های زیادی از سازمان چریک های فدایی خلق سابق این برابر وجود داره، چرا فقط شما تونستین 3 سازمان دوره هم جمع بکنید؟ ببینید، ما تونستیم بخش عمده ای از جریان فدایی را جمع بکنیم و هستن هنوز جریانات کوچک که هنوز به حیات خودشون ادامه میدن. اینکه 3 جریان چرا به هم نزدیک شدن برمیگرده به اون روندی که در بین این 3 جریانات به لحاظ فکری و سیاسی پیش رفت. این روند به ما کمک کرد که به هم نزدیک بشیم. ما در این 3 جریان دیدگاه هایی که نسبت به عدالت اجتماعی، سوسیالیسم، نسبت به دموکراسی وجود داشت، تغییراتی به وجود اومد و موجب این شد که چه 3 جریان روز به روز به لحاظ فکری سیاسی به هم نزدیک بشن و وارد گفتگو برای تشکیل یک سازمان واحد کرده. حالا چرا تلاشتون از اول نذاشتین برای اینکه این حزب چپ خیلی فراگیرتر از فقط شاخه های پراکنده سازمان چریکا باشه؟ به جهت اینکه آمادگی در بین سایر جریانات هنوز وجود نداره. ما طبعا سراغ نیروی رفتیم که آماده برای وحدت بود. این گام نخست بود و طبعا تلاش ما ادامه پیدا خواهد کرد که بتونه نیروهای چپ وسیع‌تری را در بر بگیره. یعنی شما برای تشکیل حزب چپ، حالا حتی در محدوده به اصطلاح شاخه های فدایی، تماس گرفتید با سایر شاخه های فدایی و اونها گفتن نه، یا اینکه از اول تصمیمتون گرفتین که فقط جریاناتی که دیگه خیلی به هم نزدیک هستین؟ نه، ما متحد بشین. ما در این حال زمانی که تصمیم به شروع مذاکره و گفتگو برای وحدت گرفتیم، سراغ حتی جریاناتی که در طیف فدایی نمی گنجند رفتیم، از اونها خواستیم و گفتیم که ما همچون پروژه‌ای را در پیش داریم و از اونها دعوت کردیم که در این پروژه وارد بشن، اما متاسفانه جواب اونها منفی بود. یعنی در حقیقت شما می‌خواستین سازمان فداییان را احیا بکنید بیش از هر چیز دیگه، نهایتا هم همین شد و حزب چپ در واقع حزب ممکن با مسمایی نباشه؟ نه، در قدم اول آره،
ولی طبعا این روند ما تصمیم داریم پیش ببریم، نه در اینجا متوقف بشیم. چپ طیف وسیع‌تری هست و نیروهایی که در سطح جامعه به خصوص در ایران در عرصه‌های مختلف فعالیت چپ محسوس هست و ما در برنامه ما اینه که بتونیم به سراغ اونها بریم و آن به خصوص آن نیروهایی که از جریان‌های چپ جدا شدن یا در طی این مدت شکل گرفتن بتونیم اونها را جذب کنیم. الان در دانشگاه‌های کشور ما شاهدین هستیم که موج جدیدی از نیروهای چپ ها به حیات گذاشتن و بیشترش هم تفکرشون به ما نزدیکه، یعنی اونها هم تاکید بر امر عدالت اجتماعی، بر تبعیض زدایی دارند و همینطور بر آزادی و دموکراسی. اینه که طبعاً ما در این برنامه‌ای که برای خودمون گذاشتیم و با اونها تماس‌های خواهیم گرفت و تلاش خواهیم کرد که این نیروها را جذب کنیم. حالا از سه سازمانی که حزب چپ رو تشکیل دادند، اتحاد فداییان و کنشگران چپ، اینها عملاً در حزب ادغام شدند و هویت مستقل خودشون دیگه ندارن، ولی سازمان اکثریت با وجود اینکه با حزب چپ هست ولی هویت مستقل خودش رو حفظ کرده که شما عضو رهبریش هستید. حالا شما در مجلس مؤسسان این حزب اعلام کردید که در اولین کنگره حزب سازمان فدایان هم در داخل حزب ادغام میشه. شما اولین کنگرتون رو اخیراً داشتید. آیا سازمان فدایان اکثریت الان ادغام شده در حزب چپ؟ اکثر نیروهای سازمان فدایان خلق ایران اکثریت در حزب چپ حضور دارند و سهم بیشتری از آن سازمان اکثریت هست، ولی در این حال ما در اون روندی که داشتیم طی می‌کردیم و در این حال که با یک سری مشکلات مواجه بودیم، همچنین با دغدغه یک تعدادی از رفقای خودمون روبرو بودیم که نگران بودن از اینکه حزب چپ پا نگیره، تثبیت نشه یا درش انشاب به وجود بیاد و از اون طرف ما وارد همچه روندی بشیم، از اون طرف سازمانی که سابقه 40 ساله داره و اون را از دست بدیم. ما به هم خاطر یک تدبیری اندیشیدیم و یک دوره گذاری گذاشتیم که در این دوره گذار یک فرصتی داده بشه که حزب تثبیت بشه و آن رفاهی از ما که چنین دغدغه‌ای دارن دغدغه‌شون برطرف بشه. و هم خاطر هم ما در ماه‌های آتی کنگره سازمان اکثریت خواهیم داشت که در مورد سازمان تصمیم گیری خواهد کرد. یعنی در واقع با صحبت که شما میکنید حزب چپ عملا همون سازمان اکثریته؟ نه، این خیلی دیگه اغلب رهبراش از اعضا و از رهبران سازمان اکثریت هستند، هواداراشون هم طور شما میگین بیشترشون از سازمان اکثریت هستند و به هر حال اتفاقی که افتاده اینه که دو تا جریان دیگه فدایی اومدن به سازمان اکثریت ملحق شد. نه، از ابتدا هم همچون ذهنیتی دامن زده میشد که دو تا جریان دارن میپیوندن به سازمان اکثریت، ولی آنچه که ما در روندی که به وحدت منجر شد تمام تلاش ما این بود که هر کدوم از این جریانات در این روند در رهبری جریان سهیم باشد. ترکیبی که در همین کنگره اخیر انتخاب شده طبعا بخشی از بخش نسبتا بزرگی به اکثریت تعلق داره، ولی خیلی از رفاهای ما هم متعلق به جریانی هستند که به عنوان کنشگران نامیده میشن، هم به عنوان اتحاد فدایی. ما در هیئت سیاسی دوره قبلی 4 تن از رفاهای از اتحاد فدایی داشتیم، 3 تن از اکثریت بود و 1 نفر از رفاهای ما که به کنشگران تعلق داره. آقای خلیق، در اسناد حزب ما اشاره چندانی نه به سوسیالیسم میبینیم، نه به مارکسیسم میبینیم و نه به کمونیسم میبینیم، در حالی که چپ اصولا معنی خاص چپ حداقل در ایران همیشه مترادف بوده با این ایدئولوژی، ایدئولوژی مارکسیستی و چپ به این معنا برداشت می شده. حالا عنوان چپ شما به چه معناست در مثلا حزبتون؟ یعنی شما حزب چپ اسم گذاشتید. عنوان اصلی ما برمیگرده به این که در هیئت مشخصه اصلی چپ در ایران و در طول تاریخ در رابطه با عدالت، برابری و
تبعیض ستیزی بوده. این ارزش ها رو ما حفظ کردیم، برای اونها مبارزه میکنیم. در این حال در برنامه ما اگر ببینید طبعا مسئله سوسیالیسم مطرح هست، ما به عنوان هدف خودمون اعلام کردیم، ولی نه به عنوان آلترناتیو برای حکومت فعلی. خوب معتقدیم سوسیالیسم یک روند دراز مدتی است و در این حال نقد جدی بر آن سوسیالیسم دولتی که در قرن 20 پیش رفت بعد به جهت نظری و عملی داشته بود. ما برآمده از نقد به لحاظ سیاسی، عملی و فکری و اون جریانی که به عنوان جنبش کمونیستی نامیده میشد هستیم. ما هم ارزش های سوسیالیست حفظ کردیم، هم هدف سوسیالیست برش تاکید داریم، هم در این حال بر دفاع از منافع کارگران، زحمتکشان و همینطور دفاع از ارزش هایی که طبقه متوسط که در حقیقت بیشتر به دموکراسی برمیگرده از اون دفاع میکنیم. بسیار خوب، شما گفتین که به هر حال سوسیالیسم به عنوان یک هدف دراز مدت برای خودتون تعیین کردید. در کوتاه مدت شما الان برای جامعه امروز ایران چی میخوان؟ اهداف و برنامه‌تون چیه دقیقاً؟ خیلی کوتاه. اهداف و برنامه ما به طور مشخص تأمین آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی هست. همینطور برابری زن و مرد، همینطور در رابطه با آن تبعیضاتی که در عرصه مذهبی، در عرصه ملی قومی وجود داره رفع بشه، تنوع اشکال مختلف زندگی پذیرفته بشه و همینطور بتواند برای کارگران، زحمت کشان زندگی مطلوب تأمین بشه. هدف ما در این مرحله این هست و در اون روز برنامه و این مسائل ما به طور مفصل نوشتیم، توضیح دادیم که برای این مرحله ما همچه برنامه‌ای داریم. برنامه ما برای این مرحله برنامه سوسیالیستی نیست، در این حال که ارزش‌های سوسیالیستی و عناصری که به سوسیالیسم تعلق داره به طور مشخص در برنامه گنجاندیم و از جمله در رابطه با آنچه که به واحدهای تولیدی برمیگرده، نقش کارگران در مدیریت، در تصمیم گیری در آنجا به طور مشخص قید کردیم و معتقدیم که کارگران بایستی در مدیریت کارخانه، در اداره کارخانه شرکت داشته باشه. وقت چطور میتونیم به این اهدافتون برسیم؟ حالا برای کوتاه مدت وقتی من صحبت کردم منظورم اینه که شما در مقابل حاکمیتی که الان در جمهوری اسلامی هست و اتفاقاتی که داره میفته، در مقابل این شما میخواین چیکار بکنید؟ شما برای اینکه به اون اهدافتون برسین با یک سدی از راهتون برداشته بشه و این سد به زعم خود شما و بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران خود جمهوری اسلامی و نوع حاکمیتی که اونجا برقراره، شما میخواین چطور این سد رو بردارید؟ نه، شما به درستی تحقیق کردید که جمهوری اسلامی سد و امکان نمیده که این. البته من از قول مخالفان جمهوری اسلامی درست میگید. ما هم معتقدیم در سند سیاسی، در سند برنامه به طور مشخص قید کردیم جمهوری اسلامی راه تحولات کشور ما را بسته، کشور ما عقب برده و خیلی از مثالی که مطرح کردیم. به نظر ما اینه که باید این سد برداشته بشه. خب برای برداشته شدن این سد اتکای ما در حقیقت به نیروهای اجتماعی است که خب الان هم در صحنه میبینیم که چگونه مردم اومدن به میدان، اعتراض میکنن و با مبارزه و تلاش خودشون دارن علیه حکومت میجنگن تا بتونن این سد رو بردارن. ما طبعا هم حامی این حرکت هستیم، پشتیبانی میکنیم و تلاش ما اینه که این حرکت تداوم پیدا کنه، بتونه گسترش داشته باشه و اشکال دیگه از مبارزه را بتونه به میدان بکشه و بتونه سرانجام بعد یا حکومت ها عقب بنشونه یا اینکه حکومت ها این سد رو برداره. مبارزه ما در این سمت. آقای خلیق، بدون اینکه قصد جسارتی داشته باشم، ولی وقتی شما نگاه میکنین به تشکیل دهندگان این حزب، رهبران این حزب، اغلب شماها یک سنین از بالای 60 و 70 هستید و من میخوام بدونم که این حزب چپ که تشکیل شده چه ارتباطی با نسل جوان ایران داخل کشور داره. البته شما یکم اغراق کردید، درسته که بعد اون کسانی که
در حزب هستند، سهم کسانی که سن بالا دارند بیشتر هست، ولی در سن میانی هم ما نیروهای کمی در حزب نداریم. ولی در این حال آنچه که گفتید یک واقعیت تلخی که یک شکافی بین نسل ما و نسل‌های دیگر اتفاق افتاده، این تنها در رابطه با ما نیست، در رابطه با سایر جنبه‌های سیاسی در خارج کشور، حتی در داخل کشور هم وجود داره. خب ولی آنچه که مشخص است با ما در این طی یک سال، دو سال، نزدیک به دو سالی که حزب از بنیان گزارش میگذره، تلاش های ما به درجه اندک، نه زیاد، خوب و به ثمر نشسته. تونستیم نیروهای جوانی هم جذب کنیم، ولی در این حال معتقدیم که بعد اگر این وضعیت پیش بره، خب به جهت اینکه نسل‌های جدید به میدان میاره، خانه‌ها، امکانات برای ما، برای سایر جریانات، برای تماسگیری با جوانان، برای جذب اونها فراهم خواهد شد. من در قسمت قبلی هم رو مسئله دانشجویان، جنبش دانشجویان چپی که در دانشگاه شکل گرفته و به یک نیروی جدی تبدیل شده و اون متشکل شدم، این نیرو طبعا میتونه نیرویی باشه که در با تلاش نیروی حزب چپ ارتباط نزدیک برقرار بشه و بتونه جذب بشه. به علاوه یک نکته‌ای که می‌خواستم تاکید بکنم، ما یک میراثی داریم برای نسل جدید می‌گذاریم، آنچه که نوع جدیدی از حزبیت داریم و ارائه میدیم که مبتنی بر دموکراسی هست، از سنترالیست دموکراتیک فاصله گرفته و الگوی جدیدی است که در آن صداهای مختلف شنیده میشه، امکان برای اعضای حزب فراهم میشه که نظرات خودشون در داخل و بیرون حزب بیان بکنند و همچنین آن برنامه و سیاستهایی که ما تدوین کردیم، این میتونه میراث ارزشمندی برای نسل جدید باشه. الان که داریم با هم گفتگو میکنیم، یعنی در این برنامه رو داریم ضبط میکنیم، چند روزه که اوضاع در کشور خیلی نارامه. اعتراض هایی که به گرانی بنزین شروع شد گسترش پیدا کرد در شهرهای مختلف ایران، مردم به هر حال اعتراضشون به انواع مختلف نشون میدن و از اون طرف هم مقابله روبرو میشن با خشونت و به دهی هم کشته شدن. شما در این باره یک بیانیه منتشر کردید و به مردم توصیه کردید که، حالا من نقل قول میکنم از بیانیه‌تون، که خیزش اعتراضی گسترده شما، خطابتون به مردم، با همبستگی مبارزات اجتماعی مردم در عرصه‌های دیگر، دامن زدن به اعتصابات و اعتراضات گسترده، اعتصابات کارگران، معلمان، دانشجویان، دانش آموزان، بازار و میتواند در مقابله با حکومت پرتوانتر شود، صفوف خود را در برابر نظام جمهوری و سران فاسد آن متشکل‌تر و متحدتر کنید. حالا خود حزب شما، یعنی حزب چپ، در جهت سازماندهی این مواردی که شما توصیه می‌کنید به مردم که بکنند چه کار دارید می‌کنید؟ من قبل از اون یک نکته تأکید بکنم. تا الان آنچه که پیش رفته، ما در 88 هم دیدیم، 96 هم دیدیم، وقتی مردم خشمگین میخوان اعتراض خودشون رو بیان بکنن، به درستی خیابان رو برمیگزینن. خب دیدیم هم نه تنها در کشور ما، در کشور لبنان، عراق و تعداد زیادی از کشورها مردم علیه حکومت به خیابان ها آمدن. خیابان یکی از اشکال جدی مبارزه علیه حکومت است. در این حال ما معتقدیم که نباید این اعتراضات، این خیزش مردم یک پا داشته باشه، در این حال لازم داره که پای دیگه هم داشته باشه، به جهت اینکه میدانیم که در خیابان حکومت آنچنان از قدرت سرکوب برخورداره که بعد متوسل میشه به سرکوب، به کشتار و سرانجام موفق میشه به اینکه به این خیزش و اعتراضات پایان بده. ما در آنچه که در اینجا نوشته شده تلاش بر این بوده که اعتراضات مردم پای دیگری هم پیدا بکنه، آن هم اعتصاباتی که در رابطه با گروه های مختلف اجتماعی است. ما یک تجربه ارزشمندی هم داریم در سال 57. خب در اون سال شاهد بودیم که خیابان ها پر از مردم بود، اعتراضات گسترده بود، ولی زمانی که اعتصابات کارگری، اعتصابات معلمان، کارمندان خب شکل نگرفته بود، هنوز حکومت قادر، حکومت عقب ننشست.
وقتی که چنین اعتصاباتی فراهم شد و حکومت ها به عقب نشون. الان هم همچه وضعیتی داریم. اگر بتواند گروه های مختلف اجتماعی با اعتصابات خودشون بعد وارد عمل بشن، وارد میدان بشن، اما اون موقع نیروی وسیعی برای عقب راندن یا اینکه برکنار کردن حکومت فراهم خواهد شد. این صحبت هاست آقای خلیل، عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم، ولی سوال من این بود که شما خودتون در جهت این که این اعتراضات رو بکشونین به اعتصابات کارگری در حد محدود امکاناتی که شما خودتون دارید، بالاخره سازمان فدایی یکی از سازمانهای بسیار پرطرفداری بود در بعد از انقلاب در ایران، دی بالاخره باید به شما وفادار مونده باشن قاعدتاً، آیا شما در خودتون در جهت سازماندهی این که اینها رو به اعتصابات سراسری و صنفی بکشونین چیکار دارین میکنین؟ طبعا وقتی که ما هم چرف میزنیم در این حال تلاش میکنیم، برنامه میریزیم در این جهت، خوب، ولی الان هم آنچه که مطرح کردیم معتقد نیستیم که در این مرحله بعد یک همچو زمینه های وجود داره که اعتصاب عمومی شکل بگیره، ولی به نظر ما باید تلاش کرد و زمینه به وجود آورد، موضوع مطرح کرد که در خیزش بعدی بتواند چنین اعتصاباتی شکل بگیره و بتونه با خیابان همراه بشه و موجب این بشه که نیروی قوی در مقابل حکومت قرار بگیره. حالا بعضی از سازمان‌های اپوزیسیون در خارج از کشور تحلیلشون اینه که جمهوری اسلامی در واقع در شرف فروپاشیه و به همین دلیل هم بعضی از سازمان‌های جدید تشکیل شدن که اینها خودشون رو به عنوان آلترناتیو به حکومت فعلی یا به مدیریت دوران گذار، مثلا شورای مدیریت دوران گذار یکی از اونهاست، تشکیل شدن و صحبت می‌کنن که بایستی در فردای روزی که این حکومت فرو می‌ریزه بایستی یک جریانی نهادی وجود داشته باشه که بتونه جامعه رو مدیریت بکنه تا زمانی که مثلا مجلس مؤسسان تشکیل میشه و غیره. تحلیل حزب چپ چیه؟ حالا شما معتقدید که این حکومت در حال فروپاشیه؟ نه، ما آنچه که در سند سیاسی ما هم نوشتیم هنوز موقعیت گذر یا با اون بیانی که در گذشته میگفته موقعیت انقلابی در کشور ما فراهم نشده. مؤلفه هایی از موقعیت گذار شکل گرفته، از جمله اینکه حکومت مشروعیت خودش از دست داده، از جمله بحران کارهای حکومت فرا گرفته، حکومت نمیتواند کشور را اداره بکند، از جمله نارضایتی گسترده و بی سابقه در سطح جامعه به وجود اومده که خب شاهد بروز آنها بودیم، ولی هنوز حکومت میتواند با تکیه به قدرت قهر، ارگانهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی خودش، ارگانهای تبلیغاتی و اون پایه محدود و اندکی که داره میتواند به سلطه خودش ادامه بده. هنوز اون شرایط فراهم نشده که شکافهای درون حکومت آنچنان رشد پیدا بکنه که در اراده حکومت سستی به وجود بیاره، یا اینکه در درون نیروی نظامی به خصوص اختلافات به وجود بیاره و نتوانن یک پارچه عمل بکنن. هنوز وضع به این صورت نیست. از طرف دیگه در طرف اپوزیسیون هم هنوز جریانی که اتحادی که شکل گرفته باشه یا و آلترناتیوی به وجود اومده باشه که بتواند اعتماد مردم را جلب بکند، مردم به اون اعتماد کنند و رهنمودهاش توجه بکنند، بر اساس اون عمل بکنند، به وجود نیامده. به علاوه هنوز در داخل کشور با وجود این قیزش هنوز ما سازمان هایی که داشته باشیم که به طور سازمان یافته و با هدف هایی که مشخص شده پیش ببرند وجود نداره. اینه که بعد تحلیل ما اینه که روند فروپاشی شروع شده، خب، ولی روند فروپاشی شروع شده به منزله این نیست که حکومت در آستانه فروپاشی هست. هنوز به نظر من با وضعی که حکومت داره طبعا حکومت با یک ضربه که
که فرزند در 96 وارد شد الان وارد شده، با یک ضربه فرو نخواهد پاشید. خوب ضربات متعددی وارد بشه تا بالاخره ما به جایی برسیم که ضربه نهایی حکومت را وادار بکنه که برکنار. خب حالا این اشاره کردم به سازمان ها و گروه هایی که تشکیل شدند و سازمان هایی که پیشتر بودند و فعالتر شدند، رابطه شما با این سازمان های دیگه خارج از محدوده خودتون چیه؟ یعنی مثلا با شورای مدیریت گذار یا با در مقابل شورای ایرانیان که رهبریش دست شاهزاده رضا پهلویه، رابطتون چیه با اونا؟ دارین اصلا رابطه ای؟ نه، ما سیاست اتحادهای ما در درجه اول شکل دادن ثقل نیروهای جمهوری خواه بود. خب در همین زمینه ما در طی همین دو سال تلاش های زیادی کردیم. الان 4 جریان هستند که با هم دارن همکاری میکنن، موضع های مشترک میگیرن، تلاش میکنن که ائتلافی به وجود بیارن، گسترش پیدا کنن، جریان های دیگه جمهوری خواه جلب بکنن و در این حد ما کار را پیش بردیم. در مورد در رابطه با شورای مدیریت گذار، خب هنوز جدید تشکیل شده و متاسفانه نوعی برخورد میکنه که طبعا رابطه ها رو سخت میکنه. خب همین در مصاحبه که شما داشتید با اشارت بداره، ایشون تاکید میکنه که احساب سازمان ها به ما بپیوندن. خب طبعا این نوع برخورد اجازه نمیده که بشه یک تشکل فراگیر به وجود آورد. خب ولی طبعا برنامه ما اینه که با این جریان هم به گفتگو بشینیم و دیدگاه ها و نقده های خودمون رو مطرح بکنیم. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای بهروز خلیق شرکتون در برنامه. ولی این تاکید بکنم که در مصاحبه با آقای شریعت مداری، ایشون در این حال هم گفتن که ما هم به هر حال انعطاف زیادی داریم، اگه سازمان هایی تشکیل بشن که ما فکر میکنیم اونها میتونن آلترناتیو، ما به اونها میپیوندیم. یعنی در رو نبستن و خود مثبتیه. به هر حال خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. ممنون.